بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله امواتنان عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله بازم خوش آمدین به برنامه اسلام ساینس پیشرفت عقل تفکر ما شما در برنامه گذشته راجع به استفاده از متودهای عقلی درباره وجود خداوند صحبت های داشتیم که ما میتونیم از نگاه عقلی و از نگاه طرق مختلف استفاده کنیم و وجود خداونده تصدیق کنیم گفتیم معمولا برازی که اقایق کشف کنیم و حقایق تصدیق کنیم انسان ها از سه طریق استفاده میکنن یکی از طریق عواص پنجگانه دوم از طریق نتیجه گیری منطقی و سیوم از نظر زی که یک گواه معتمد و متخصص برای ما یک چیز را اوال بتم. و مثال ها هم دادیم راجع به چراغ اما طور بسیار مثال های دیگه وجود داره که اگر برای ما یک کس قابل اعتماد بگویه ما او را باور میکنیم مثلا امیال ما شما کل ما کتاب فیزیک میخوانیم کتاب کیمیا میخوانیم و در کتاب فیزیک کیمیا و یا مثلا نوشته است که اتم در داخل اتم الکترون هاست پروتون هاست ما شما کل ما قبول میکنیم کدام کسی در سنف ما در فاکولتر دا مکتب پیدا شده که بگه نعمه ایره باور ندارم ما تا که خودم نرم نبینم که ما اتم الکترون پروتوناس پروتون است ما قبول ندارم هیچ کس پیدا نمیشه معمولا ایره قبول میکنن چرا؟ به خاطر که ای علم ای کتابی که میخوانیم در کیمیا و فیزیک توسط یک تعداد دانشمندهای نوشته شده که قابل اعتماد است و یک نفر یا دو نفر یا سه نفر رفته زیر مایکروسکوپ و دیده و برای ما گفته که این چیز وجود داره ما شما چون گواه هم معتمد است هم متخصص است قبول میکنیم اما تو پیش دکتر که ما شما کل ما میریم برای دکتر مثلا مشکل خود شرح میکنیم که اینطور اینطور ما دارم دکتر نتیجه گیری میکنه که تو اینطور یک مرز داری یا اینطور یک ویروس در بدنت هست یا اینطور یک بکتری ها ما شما نه،, نه از نگاه حواس خود و بکتری ها و ویروس ها دیده میتونیم نه از نگاه عقل خود ما نتیجه گیری کده میتونیم که تو یک مرض دارم چرا ما علم طبه نداریم ولی چون دکتر یک گواه متخصص است و معتمد است به صورت ما شما اعتبار میکنیم سرش البته ها امکان داره که اشتباه بکنن انسان هستن بعض اوقات اما به صورت عموم ما شما اعتماد میکنیم سر دکترها به یک گواه معتمد و متخصص پس اطمین است که ما هر چیز خود ما ببینیم یا از نگاه عقل این سه طریق امی علم که تا امروز پیشرفت قدر صورت گرفته از امی سه طریق صورت گرفته این حال بیایی که ببینیم که آیا ما میتونیم این سه طریقه که برای کشف حقایق و برای تصدیق حقایق روزمره استفاده میکنیم آیا میتونیم این سه طریقه برای کشف وجود حقیقت الله و تصدیق حقیقت الله هم استفاده کرده بتونیم به هر سه طریقه جدا جدا ببینیم خب طریق اول گفتیم استفاده حواس پنجگان است آیا ما میتونیم توسط حواس پنجگانه خود ثابت کنیم که الله وجود داره چون گفتیم حواس پنجگانه ما محدودیت هایی داره و این محدودیت ها سبب میشه که ما نمیتونیم الله را ببینیم و نمیتونیم الله را آوازش بشنویم و چون حواس ما محدودیت ها داره ما شما بیشتر نتیجه گیری کردیم که اگر یک چیز ندیدیم مانای نیست که وجود نداره لذا حواس پنجگانه برای تصدیق وجود الله استفاده شده نمیتونه برای زی که محدودیت ها دارن و متاسفانه اکثر مردم که میگه الله وجود نداره به خاطر ازی که میگه ما دیدن نمیتونم یا شنیدن نمیتونم بابا بسیار چیزای دیگه است که دیدن نمیتونی شنیدن نمیتونی چرا تو رد میکنی مثال ساده امیال ما شما بکتری ها دیده میتونیم ویروس دیده میتونیم و چشم خود دیده نمیتونیم یعنی یک مایکروسکوپ ضرورت داریم مایکروسکوپ که ببینیم که میگه یک عالم به لذا کسی گفته نمیتونه که میگه باکتری ها وجود نداره ویروس وجود نداره و وقتی که مایکروسکوپ وجود نداشت کس گفته نمیتونست که اینجا بکتری و ویروس وجود نداشت ویروس و وجود داشت ولو که مایکروسکوپ بناس کشف نشده بود یا تلسکوپ برای نشان میده که در آسمان چی گپای پای دیگه است بعد از چیزی که میبینیم بسیار سیارات دیگه وجود داره و بسیار مخلوقات دیگه وجود داره اگر تلسکوپ وقتی که وجود نداشت آیا او چیزها وجود نداشت یعنی وجود داشتن به این پیشرفت ساینس هم برای ما میگه که ما باید رد نکنیم یک چیز خاص به خاطر چشم دیدن میتاره یا گوشم شنیدن میتاره به یک وقفه بگیریم باز بخیر ادامه بدیم خوش آمدین دوستان عزیز باز هم ما و شما راجع به سه طریقه گپ میزنیم و گفتیم که به حواس پیدگانه خود ما نمیتریم وجود الله را تصدیق کریم ثابت کریم اما همچنان رد کرده نمیتونیم وجود الله را طریق دوم نتیجه گیری عقلی است ببینیم که از نتیجه گیری عقلی ما میتونیم که نتیجه گیری منطقی وجود الله را ثابت کنیم یا کشف کنیم یا تصدیق کنیم ما و شما باید اول به یک اصل توجه کنیم او اصل اصل علت و معلول است اصل علت و معلول یا اصل سبب و اثر یا در انگلیسی میگن cause and effect تمام دانشمند ها تمام ساینسدانها، ها تمام مردم تعلیم یافته در طول تاریخ جهان همیشه اینا به این اصل موافق هستند و میگن که هیچ چیز بدون یک سبب امکان نداره که واقع شود هیچ چیز امکان نداره که حرکت کنه بدون یک سبب هیچ چیز بدون یک سبب متوقف نمیشه حتما باید یک سبب وجود داشته باشه یعنی از نگاه ای اصل این میز که پیشوری ما وجود داره معنای چیزی که میز یک کس جور کرده و این میز یک کس آورده اینجا مانده در غیر از امکان نداشت که این اینجا وجود می‌داشت پس امی اصل سبب و اثر یا اصل علت و معلول برای ما میگه که این جهان باید هم یک سبب داشته باشه و این وجود ما این حیات ما هم باید یک سبب داشته باشه و ایناله اگر سلسله اسباب ببینیم که این سلسله اسباب به کجا میرسه مثلا این ای میزه کی جور کرده خب این میزه میگه یک انسان جور کرده خب این انسانه کی جور کرده خو انسان باید یک سبب داشته باشه یا این میز مثلا اگر از چوب جور شده خو چوبش از کجا آمده؟ چوبش از درخت آمده درخت از کجا آمده؟ درخت از جنگل آمده جنگل کی جور کرد جنگل یک آدم یک نیال شاند مثلا خو آدم باز کی جور کرده ای آدم پدر و مادرش مثلا از نگاه ظاهری میگه خلق کرده خب بالاخره پدر و مادر از اون کی خلق کرده اما تو سلسله از که تعقیب کنیم به کجا میرسیم به یک نقطه نامعلوم میرسیم از نگاه عقلی و منطقی که هر چیز یک سلسله از بابش تعقیب کنیم بالاخره به با یک نقطه نامعلوم میرسیم ما شما از نگاه ادسه از نگاه ریاضیات این نقطه نامعلوم نامش چی ماندیم مثلا اگر بگیم یک سلسله هندسی رو بگیم 5 10 سی 20 25 30 چل 40 45 آخر از چی است در ریاضیات ما شما میگیم آخرش نهایی است در فیزیک در کیمیا هر چیزی که بالاخره به با یک نقطه نامعلوم میرسه اول چی میگیم نامش ماندیم لای تنهایی لای تنهایی یعنی دیگه هیچ حد نداره رفته که رفته که رفته امتر امچن امی, امی قسمت سلسله از باب تعقیب کنیم که این سبب ازی شده این سبب شده این سبب ازی شده بالاخره ما را به یک نقطه کجا میرسه؟ لای تنهایی نامعلوم پس این جهان یک سبب داره که سببش لایتنهایی است و این حیات ما یک سبب داره که او سبب لایتنهایی است لایتنهایی یعنی هیچ وجود نداره لایتنهایی یعنی چیزی که نه شروع داره نه ختم داره لایتنهایی یعنی چیزی که از, از, او یه چیز کم نمیشه و یه چیز در او زیاد نمیشه سبحان الله اگر ما شما به شرح اسلام راجع به الله متوجه شویم یا راجع به شرح هر دین دیگه که دین حقیقی باشه راجع به خداوند و الله گپ میزنه میگه که الله لا است یعنی امو نقطه لا که ما رسیدیم اصلا اونمو خالق جهان است چرا الله واقعا همه صفاتش لایتنایی است یعنی نامحدود است قدرت دید الله نامحدود است، قدرت شنوایی الله نامحدود است، علم الله نامحدود است، هر صفت الله نامحدود است. نامحدود یا لایتنایی دیگه گپارم داره که باید از یک وقفه شرح کنیم. دوستان عزیز بازم خوش آمدید ما شما راجع به کانسپت یا مفهوم لایتناهی صحبت های داریم که اگر سلسله از باب تعقیب کنیم به یک نقطه لایتناهی می رسیم و لایتناهی باید که وجودش یکی باشه یک باشه یعنی دو تا امکان نداره وجود داشته باشه وقتی که میگم دو تا تنایی وجود داره معنای شیز که لایتنایی از شروع، یک شروع... لایتنایی اول از اینجا شروع میشه دیگه ختم میشه و بعد از لایتنایی دوم از اینجا شروع میشه به اینجا ختم میشه وقتی که شروع و ختم میشه فهمیدیم او لایتنایی نیست صحیح لایتنایی چیزیه که نه شروع داره نه ختم داره پس تنها لایتنایی باید یکی باشه و الله به یکی است خالق جهان یکی است لایتنایی همچون قابل تقسیم نیست قابل ضرب نیست قابل جمع نیست هر چیزی که جمع کنیم بلا ایتنایی بازم لائتنایی است اگر بگیم لائتنایی جمع میلیون بازم لائتنایی است اگر لائتنایی منفی میلیون لائتنایی است لائتنایی ضرب هر عدد لائتنایی است یعنی خداوند جهان و قدرت لایتنایی طوری است که هیچ چیز از او کم نمیشه هیچ چیز به او زیاد نمیشه اگر تمام جهانیان و تمام انسانها هر قدر صفات داشته باشن به با الله چیز زیاد نمیشه اگر تمام بدی ها رو اینا داشته باشه از الله چیز کم نمیشه اگر تمام انسانها ها بخواین که تمام جهان تبا کنن باز هم از الله چیز کم نمیشه چیز زیاد نمیشه صفات الله کلش صفات لایتنهایی است اگر مثلا الله میگه من است الحکیم است هر صفت الله را که در اسلام ببینیم صفات است پس از نگاه تعقل ما نتیجه گیری کرده میتونیم که یک قدرت لایتنهایی سبب ای جهان شده و سبب وجود حیات انسان شده و تمام مخلوقات بالاخره سلسله از بابشان میرسه به یک نقطه لایتنهایی همین لایتنهایی به اساس تعریف باید که خالق نداشته باشه چرا اگر لایتنهایی خالق داشت پس یا سبب داشت پس خود لایتنایی او امکان نداره که لایتنایی باشه اگر خالق داشته باشه خالق از او است یعنی خالق جهان باید خلق نشده باشه و میره ادیان میگه اسلام میگه که خداوند جهان خلق نشده و نه پدر و مادر داره و نه اولاد داره بله لایتنایی همچنان در اسلام یک کلمه دیگه است که ما شما میگیم در از کار خود یاد میکنیم میگیم سبحان الله برادر و خوار عزیز تال متوجه شده که سبحان الله چی مانا؟ سبحان الله یعنی الله هیچ حد و حدود نداره هیچ کوتاهی نداره هیچ عیب نداره هیچ نقصان نداره یعنی لایتنهایی است هر وقتی که بگم سبحان الله یعنی الله قدرت لایتنهایی است قدرت نامحدود است قدرتی هست که هیچ کوتاهی نداره عیب نداره قدرت پاک است از ارنوه کوتاهی بله، ما را به این نتیجه میرسانه که جهان یک قدرت لایتنایی در عقب خود داره و یه حیات ما یک قدرت لایتنایی در عقب خود داره. پس میتونیم که طریق دوم استفاده کنیم برای تصدیق وجود الله. طریق سیم که استفاده از گواهان معتمد و متخصص است بیایی که بخیر در برنامه بعدی ما شما راجع به وجود قدرت صحبت داشته باشیم خداوند ما شما رو توفیق بده که خوب دقیق مسائل بهش توجه کنیم آمین یا رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله